تحصیل در مدارس خصوصی از نظر والدینی که توان استفاده از آن را دارند حقی است که برای فرزندانشان از آن چشم پوشی نمی کنند. پس چرا این موضوع در سالهای اخیر محل بحثهای جدی سیاسی شده است؟ سلام تفاوتی نمی کند کجا باشید مدرسه خصوصی برای فرزندان در هر خانواده ای با سطح نسبتا خوبی از درآمد یک حق بدیهی پنداشته می شود ولی در شماری از جوامع توسعه یافته به رغم سنت قوی استفاده از این حق بحث در مورد آن بالا گرفته در بریتانیا حزب کارگر در رقابت برای کسب قدرت گفت دایره عمل مدارس خصوصی را محدود می کند و معافیت مالیاتی را از آنها میگیرد در کشوری که مدارس خصوصیش شهرت جهانی دارند و از سراسر دنیا هر سال کودکان و نوجوانانی برای تحصیل خصوصی راهی آن می شوند، این کار شبیه یک انقلاب خواهد بود. در ایران هم چون انگلیس تحصیل خصوصی فرزندان بقچه است از مسائل، معضلات و پرسش های اساسی. پرسش هایی که نه فقط چگونگی اداره خانواده بلکه چگونگی اداره جامعه در آنها به خوبی تنین میابد. تحصیل در مدارس خصوصی باعث بازتولید تفاوت عمیق در جوامع نمی شود و ادهی را از همون ابتدا صاحب امتیاز و دیگران را محروم از امتیاز نمی کند. سعید پیوندی جامعه شناسی که در حوزه آموزش تحقیق می کند مدل‌های موفق نشان از رویگردانی از مدارس خصوصی می دهد. ولی بردیا گشاسپی پژوهشگر اقتصاد لیبرال و همکار تلویزیون ایران اینترنشنال میگوید مدرسه خصوصی برخواسته از یک حق مسلم است حق انتخاب نوع تحصیل فرزندان و چنین حقی را نمیتوان از مردم گرفت خیلی خوش آمدید. آقای پیوندی به ما بگید چرا مدل های موفقی که در دنیا شما مطالعه کردید نشون میده که مدرسه خصوصی رو باید کنار گذاشت از سیستم آموزشی در حقیقت این موضوع پیش از اینکه آموزشی باشه سیاسی است یعنی در حقیقت به سیاست یک کشور برمیگرده در مورد آینده نسل جوان و آینده خود جامعه برای اینکه آموزش واقعا یکی از اصلی ترین نهادها در جامعه است که نشون میده که یه نظام سیاسی چجوری نسل جوان را برای آینده آماده میکنه با چه گرایشی و همینطور چه نگاهی اصلا به جامعه داره یعنی این جامعه که داره توسط این نسل جوان قراره به وجود بیاد چه جامعه خواهد بود از جمله افراد از چه امکاناتی برای پرورش استعداد خودشون برای نشان دادن آف در واقع خلاقیت خودشون برخوردارن برای همینم هم در واقع اگر در دورانی به خاطر کمبود بوجه های دولتی این امکان برای بخش خصوصی به وجود اومده بود که یک مشارکت جدیتر در آموزش داشته باشه ما شاید این هستیم که اساسا حتی سازمان های مثل بانک جهانی که کاملا سازمان های لیبرال هستند و به هیچ وجه گرایش اجتماعی درشون قوی نیست اونها هم حتی امروز توصیه میکنن که آموزش در بخش عمومی باقی بمونه به دو دلیل خیلی مهم دل... آموزش پیش از دانشگاه آموزش پیش, آموزش پیش از مدرسه دلیل... به خصوص بانک جهانی آموزش پیش از دانشگاه رو به خصوص خیلی برش تکیه داره دلیل اولش اینه که آموزش تنها نهادی در جامعه است که در آن امکان در واقع دادن فرصت های برابر برای همه افراد جامعه صرف نظر از اینکه چه امتیاز اجتماعی خاصی داشته باشند چقدر پول داشته باشند متعلق به کدوم طبقه اجتماعی یا گروه اجتماعی باشند این فرصت برابر را این برای همه میتونه به وجود بیاره و مسئله دوم اینه که اساسا داشتن یک نیروی انسانی کارا و خلاق در یک جامعه از جمله برمیگرده به اینکه ما چجوری تونستیم همه گروه های اجتماعی رو به این بازی دعوت بکنیم به این در واقع به اینکه تبدیل بشن به کارشناسان متخصصین افراد کارای جامعه فردا در بعضی از کشورها برای مثال در کشوری مثل فرانسه یا در کشورهای اسکاندیناوی یا خیلی دیگر از کشورهای توسعه یافته نه فقط از حق آموزش صحبت میشه بلکه از حق برابری فرصت هم استفاده میشه و وقتی ما آموزش به بخش خصوصی بسپاریم و کسانی که پول دارن بتونن به جاهایی برن که شاید امکانات آموزشی بهتری در اختیارشون میذارن در عمل ما افراد را در یه به یه بازی دعوت میکنیم که قواعد بازی برای همه یکی نیست و همه از یه امکانات برخوردار نیستن و این از همون ابتدای یه نوع نوبرابری و بیادارتی داره در جامعه به وجود میاره که بعدها اشکال مختلفش می‌تونه در بازار کار، در برخورداری از ثروت مهارت و در واقع سرمایه فرهنگی یا سرمایه اجتماعی خودش نشون بده آقای گرشت به نظر شما چی؟ صحبت های آقای پیوندی کاملا مشخصه که پیش درش هست مبنی بر اینکه دولت موظفه به ارائه آموزش عمومی برای همه این تصور عامیه که همه دارن من اگر فرصتی باشه مایلم راجع به ریشه های تاریخی این تصور یه صحبتی بکنم تا اونجا که میدونیم در دوران باستان اولین مجموعه اولین کشوری یا اولین دولت شهری که ارائه آموزش توسط دولت رو اجباری و الزامی میدونسته اسپارت ها بودن و بخشی از یونان باستان بله در بله بله. جنوب یونان و, و, درگیری هایی که حالا با آتن داشتن اینکه شیوه اسپارت ها چی بوده و دلیل و انگیزه شون از اینکه کودکان رو از سنین کم می‌گرفتن از خانواده‌ها و در پادگان در واقع آموزش می‌دادن دلیلش این بوده که دو... کودک رو متعلق به پدر مادر نمیدونستند. و این تصور هنوز هم همچنان هست یعنی کودک رو یا به تعبیر اونها متعلق به حکومت میدونستن متعلق به کشور میدونستن و برای همین باید همه مطیع کشور میشدن و به خاطر تلقیم پذیری کودک بهتری که از ابتدا در نزد خودشون بگیرن و اونها رو پرورش بدن این حالا اینکه اسپارت ها چه میراسی به جا گذاشتن میراث خونباری که به حال اون بحثش خیلی جداست و میشه گفت تاثیر اینکه آموزش اجباری همگانی و جدا کردن کودکان از پدر و مادرها چه وضعیتی به وجود آورد اون بحثی جداست اما مسئله اینه که این سیستم آموزشی متاسفانه ستایش میشد توسط افراد معروفی در یونان مثل افلاتون و حتی ارسطو اینکه ارسطو اصلا به حکمرانی رو علم سرپرستی میدونست و اینکه حکومت موظف و قیمه و باید سرپرستی بکنه و بهترین راه اینه که آموزش بده که بچه به خطا نره و درست بار بیاد و شهروند خوبی بار بیاد این ستایشی که افلاطون و ارسطو از سیستم اسپارتا داشتن بعد از اینکه آثار اینها در ابتدای قرن سیزدهم از یونانی به لاتین ترجمه شد و در اروپا رواج پیدا کرد و همچنین کتاب پلوتارک سرگزشت های موازی یا زندگی های موازی که در فارسی هم ترجمه شده در اون هم پلوتارک بسیار ستایش میکنه اسپارتا رو ما اسپارتا رو ستایش میکنن عمدتا برای اینکه اسپارتا جنگاور بودن و در جنگ ها غالبا پیروز میشدن چه علیه آتن چه علیه دولت شهرهای دیگه ولی این به معنی نبود که اینا معتقد باشن که بچه رو از خونواده بگیری جنگاور کنی زرحتن. مثلا افلاطون بود که فیلسوفان باید بچه ها رو آماده کنند فیلسوفان اصلا باید جامعه رو رهبری کنند منظورم اینه که یه تفاوت هایی هست ببینید که... شکر... افلاتون خودش بعد از جنگ های پلو وار و بعد از شکست آتن از سپارت هاست یکی از دلایل شکست رو همین آموزش سپارت ها میدونست و میگفت به خاطر اینکه افلاتون به شدت منتقد بود به نظام بازار آزاد آموزش در آتن و چیزی که جالبه اینه که اسپارت ها در واقع به لحاظ علمی برهوتیه که حتی یک دانشمند به دنیا عرضه نکرده ولی نظام بازار آزاد آموزش در آتن که شهره عام همه میدونن در هیچ رشته ای از علوم نیست که یونانی ها و آتنی ها کسی رو به دنیا نباشن. نباشن ولی اگه این رو به زمان حاضر بیاریم خب ببینید ب... این این نوع نگاه به الزام آموزش حکومتی و اینکه موفق میشه یک حکومت اگر بچه ها رو آموزش بده و نظام آموزشی سفت و سختی داشته باشه موفق میشه ما در اروپا اولین نمونه های مدارس اجباری و مدارس دولتی رو با رفرماسیون داریم دیگه دوره‌ای که دوره اصلاحات مذهبیه لوتر مارتین لوتر میدونید که او هم اعتقاد داشت که باید بچه ها رو حکومت آموزش بده مم. که به خطا نرن و بعد از لوتر کالوین بود جان کالوین و این دو شق پروتستانتیسم یا پروتستان ها به نوعی دلیل اصلی و انگیزه اصلی پرورش بچه ها و آموزش بچه ها و تصدیگری انحصاری دولت برای آموزش بچه ها این بوده که بچه خطا رو ریشه کن بکنن و بچه منحرف نشه متوجه هستم این نقد اساسی آقای پیوندی رو چطور جواب میدید که مدرسه خصوصی در کنار مدرسه عمومی یعنی توزیع نابرابر فرصت ها بحث به توزیع نابرابر منابع در جامعه نیست بعید میدونم ایشون اعتقاد داشته باشه باید منابع یک اجتماع برابر توزیع بشه ولی فرصت هایی که به انسان ها در ابتدا داده میشه حداقل تا اونجایی که ممکنه باید برابر بشه که اگر تونستن استفاده کنن اگر نکردن اون وقت منابع کمتری در اختیارشون قرار بگیره این بدیهی نیست به نظر شما آه که آه فرصت ها رو لاقل تا اونجایی که ممکنه خوب توضیح کنیم البته فرصت برابر به نظر من باید توضیح داده بشه که منظور از فرصت برابر فرصت اصلا فرصت دانش آموزی فرصت بهره از دانش ب... معنیش اینه که فرصت بهره از معلم خوب از محیط مناسب فضای کافی اینها خب این فرصت ها به نظر شما در 150 سال اخیر بعد از 1900 تقریبا در تمام جوامع اروپایی و در آمریکا آموزش اجباری و همگانی شده آیا این 120 سال گذشته تونسته برابری که مد نظر مدرسین حرفه‌ای این کار بوده ایجاد بکنه یا نه؟ این یه بره. سوالیه که باید توضیح داده بشه و اینکه فرصت‌های فرصتهای برابر یا منابعی که در اختیار همه گذاشته گذاشته شده به چی انجام میده؟ مسلمان حتی در آه. یه محله بره. اگر نگاه بکنید بره. چند تا مدرسه بسیخ. با منابع یکسان کاملا متفاوتن با همین آقای پیوندی، یک نموداری در... لحظات آینده روی صفحه پشت سرمون میفته و روی صفحه تلویزیون میفته که اتفاقا آقای گرشاسفی توصیه کردن استفاده کنیم این نمودار در مورد میزان بودجه که ریخته میشه توی آموزش مدرسه ای در آمریکا بر اساس این نمودار که اینجا دیده میشه از 1970 تا 2010 یعنی حدود 40 سال میزان بودجه ای که انداخته میشه مصرف میشه در آموزش مدرسه در آمریکا تقریبا 200 درصد اضافه شده بله. یعنی میشه گفت دو برابر شده دیگه 20 درصد یا درصد شده بله ولی بله. سطح آموزش از نظر آ... ریاضیات و ساینس تا اونجایی که من نگاه میکنم توی این نمودار هست تغییری نکرده این به ما چی میگه؟ یعنی هرچه بیشتر پول مصرف کردن نتیجه ای نداده بله من فکر میکنم چیزی که در مورد صحبت آقای گرشاس در بود تاریخی در واقع و این نمودارم برحال یه نوعی تاریخی دیگه ما پنجاه سال تقریبا میشه گفت اینه که ما با اینکه بحث ها کاملا درسته یعنی من منکر این نمیخوام بگم بحث و غلطه ولی معنای آموزش و ابعاد آموزش در داره های مختلف تاریخی یکی نیست یعنی ما اگه تجربه یونان رو خیلی استثنایی بدونیم در واقع در تاریخ قرون وسطا در تاریخ باستان و بقیه دوران رو نگاه بکنیم میبینیم که نه آموزش یه امر عمومی بوده و نه اینی که در عرصه عمومی اصلا درش دخالت میکرده به اون صورت بیشتر دست نهادهای مذهبی بوده آموزش و نهادهای های دیگه اصلا دخالتی نمیکردن این از قرن 16 هست و زمان این موضوع آموزش مطرح میشه که در واقع دولت ملت ها یکی از وظایف خودشون رو به وجود آوردن یه ملتی بر اساس یه میثاقی میدونن و این میثاق در حقیقت از جمله از طریق نظام آموزشی یعنی دانش واحد در واقع گفتمان واحد به نسل جوان منتقل میشه برابر وظایف آموزش در طول زمان تغییر کرده همونجوری که در 1970 ما در واقع معنایی که نظام آموزش داشته اونی نیست که امروز داره شاید. یعنی مدرسه‌ای که شما امروز میسازید امکاناتی که به دانش آموز میدید همونی نیست که 50 سال یا 40 سال قبل میدادید یعنی مدرسه امروز خرجش زیادتره، آموزش به یه پدیده گرونتری تبدیل شده و بنابراین خرجی هم که براش میشه گرونتره اما گروه هم که به این مدارس میرن هم فرق میکنن یعنی اون چیزی که ما توجه نمی کنیم اینه که برای مثال در فرانسه در سال 1980 فقط سی درصد دانش آموزان میرسیدن به پایان دوره متوسطه به اون دیپلم دبیرستان خود اون رو میتونستن بگیرن الان این شده 80 درصد وقتی 80 درصد از یه نسلی میرسن به پایان دوره متوسط این به اون معناست که اون گروه های اجتماعی که پیشتر به مدرسه را نداشتن اینا میان مدرسه و اینها همون رابطه ای را با دانش با یاد گرفتن با مدرسه ندارن که گروه های ممتاز و گروه هایی که از سرمایه فرهنگی در وضعیت خوبی داشتن و در گذشته میرفتن مدرسه دارن بربراین ما این تحول اجتماعی که رخ داده این آموزش برای این افراد گرونتره ما برای اینکه باید خرج زیادتری بکنیم که اون در واقع فاصله ای که بین سرمایه فرهنگی خانواده وجود داره بتونه مدرسه جبران بکنه یک نقطه دیگه هم هست آقای اسمی. در 1970 معلومات بوده بیشتر الان مهارت های اجتماعی هم اضافه شده خیلی چیزهای دیگه به حوزه تحصیل مدرسه اضافه شده و اینا خرج داره ببینید البته در مورد اون نمودار یه مسئله که مقفول مونده از 1970 تا 2010 یعنی تا همین ده سال پیش مسئله خیلی قدیمی نیست بلی. و ۴۰ سال دیویز درصد بودجه اضافه شده در صورتی که ثبت نام فقط هفت درصد افزایش بده که برابر شده ده. نه ثبت نام بچه ها هفت درصد اضافه شده بودجه دیویز درصد اضافه شده و کادر آموزشی 100 درصد اضافه شده یعنی با همون تعداد بچه 100 درصد کادر آموزشی اضافه شده بودجه هم 200 درصد افزایش بده کرده ولی نتیجه کار هیچ فرقی نکرده ببینید برای اینکه دانش آموزا فرق یعنی چیزی که شما توجه نمی‌کنید اینکه دانش آموزای سال 2019 دانش آموزای 1970 نیستن امروز برای, برای فر... مثلا برای فرانسه وقتی دیدن که شکست آموزشی در دوره ابتدایی زیاده برای گروه های اجتماعی توحید است خب اینا اومدن کلاس های کوچولو درست کردن برای اینا این اتفاق در سال 1970 نمی افتاد برای اینکه اصلا اینا مدرسه یعنی می اومدن و اگه شکست هم می خوردن برای کسی مهم نبود شما میگید مهارت ها فرق کرده آیا واقعا موفق شده سیستم آموزش دولتی الان که همش گفتم بله. انتقاد هست از این بله. سیستم. آیه پیوندی ما میگیم مدرسه دولتی ولی مدرسه دولتی داریم تا مدرسه دولتی پیش از این برنامه من با یک کارشناس آموزش خانم حلیمه شریفات صحبت کردم گفت که در انگلیس خیلی مهمه که خونواده ها اول در مورد کارشون و بعد در مورد مدرسه و بعد در مورد خونهشون تصمیم بگیرن که خیلی نکته جالبیه وقتی که خانم شریفات صحبت میکنه اگر گوش بدیم میفهمیم منظورش چیه و بعد از این که صحبت ایشون تموم بشه من سوالم رو اون وقت از شما خواهم پرسید اول کارتون رو پیدا میکنید تو حالا تو هر شهری که هستش دوم مدرسه رو پیدا میکنید بعد خونه هیچ کسی نمیره کسی که بچه مدرسه ای داره و مشاوره دیده در رابطه با ایژوکیشن و کجا بچهش رو بذاره هیچ وقت اول نمیره خونه از هم بزرگی رو توی یه محله بگیره و متوجه بشه که این محله اصلا مدرسه نداره مدرسه اولی مدرسه ای که میتونه ببره و بهش میگن کچمن ایریا آل فارسیش فکر میکنم میشه محل محدوده که شما میتونین بچهتون رو سخت نام بکنین میخوره به یک مثلا مدرسه ای که اصلا فعالیت خوبی نداره یا به هر دلیلی کار خونه. برای این از قدیم بوده کارتون اول دوم مدرسه سوم خونه آقای پیوند این به ما چی میگه این صحبت های خانم حلیمه شریفات کارشناس آموزشی که خودش هم بچه فرستاده مدرسه در انگلیس به ما میگه که ما میگیم مدرسه دولتی ولی مدرسه دولتی هم طبقاتی میشه چرا؟ برای اینکه یه مدارس خوبی هستن که در معمولا در مناطق مرفه نشین هستن و خونواده بعد از اینکه مشخص شد کار و زندگی یعنی درآمد معاش چیه بعد بدو دنبال اینکه بین مدرسه خوب کجاست و این مدرسه خوب مناطق مرفه نشینه و اون وقت باید هزینه زیادی روی مسکن بگذاره یا وام مسکن یا اجاره بالا که بچه‌ش رو بفرسته مدرسه دولتی خوب حالا مدرسه های دولتی هم طبقاتی هستن در حقیقت نکته خیلی مهمیه برای اینکه یکی از چالش های مهم نظام های آموزشی در قرن پیش هم بوده به این ترتیب که ما وقتی نگاه میکنیم به تاریخ آموزش جدید می‌بینیم که اول قرن بیستم یه اتوپیایی وجود داشت که اون فکر می‌کرد که اگه ما بتونیم همه بچه‌های جامعه را بفرستیم به مدرسه و برخوردار بکنیم از آموزش این فرصت‌های برابر به طور خود به خودی فراهم میشه و ما یه جامعه خواهیم داشت که نسل جوانش در واقع آموزش دیده است تحصیلات خوبی داره و میتونه در واقع با توجه به استعداد ولی چنین و نشده و این چنین نشد خب. و کار جامعه اتفاقا خیلی, خیلی مهم اینه که در این یه قرن متجربه کار جامعه شناسی یا رمانشناسی اجتماعی بر روی مدارس را داریم که سیاست های امروز خیلی از اونها استفاده می این کارهای جامعه شناسی نشون دادن که در واقع این بسیار ساده اندیشانه است که اگر ما فکر کنیم همه بچه ها رو ببریم به مدرسه همه اینها فرصت های برابر دارن مسئله اساسی اص... اینه که بچه ها با چه سرمایه فرهنگی وارد مدرسه میشن یعنی نقطه شروع مسابقه وقتی همه به مدرسه میرن ز... با اینکه ظاهرش اینه که همه مثل هم همه سر یک کلاسن ولی همه یک سرمایه فرهنگی را ندارن همه یک رابطه را با دانش و با فرهنگ ندارن به خصوص در, در چنین شرایطی چی کار میکنه اون وقت دولت وارد هیت دیگه هم میشه که اینها با سرمایه <applause> نه 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 نه, من اتفاقا در فوق... خیلی کوتاه آخرین نکته مسئله زبانه رابطه ای که بچه ها با زبان دارن زبانی که در خانواده‌های با سطح بالای فرهنگی استفاده میشه همون زبانی نیست که در خانواده های توی دست استفاده میشه و زبانی که در مدرسه استفاده میشه بسیار نزدیکتر به زبانی که خانواده های فرهنگی استفاده میکنن بنابراین چالش نظام آموزشی امروز اینه که من چه کار بکنم که مدارس در واقع در محلات مختلف در شهرهای مختلف که افراد مختلفی در زندگی میکنن که متعلق به یک گروه های اشتباهی نیستن ما چجوری میتونیم یه نوع در واقع امکانات آموزشی به کسایی بدیم که در نقطه شروع مسابقه آموزشی اونجا که ممکنه یک, یک سرمایه فرنگی ندارن آیه اسپی، یک تکه دیگه از صحبتهای خانم حلیمه شریفات رو در ادامه خواهید شنید که از دو طرح به گفته ایشون موفق در انگلیس صحبت میکنه برای اینکه اون اتفاقی بیفته که آقای پیوندی میگه یعنی اگر مدارس بد داریم اگر مدارسی داریم که در مناطقی هستن که محروم نامیده میشه ما اون مدارس رو بکشیم بالا یعنی دولت کمک کنه که به گفته آقای پیوندی تا اونجایی که ممکنه بچه ها در شروع حداقل فرصت های برابر یا تا اونجایی که انصاف هست برابر داشته باشن این دو طرح ایشون الان توضیح میده خانم حلیمه شریفات دولت حقوق فوق العاده ای به بهترین مدیر مدیرا میداد که برن تو بدترین مدرسه و این مدرسه رو تغییر بدن ما توی شهر خودمون و همینجور تو لندن با تماسی که با معلم داشتیم و با قشر آموزش پرورش داشتیم بی نهایت این کار کرد یه طرح جالب دیگه هم اداره، ارائه دادن یه طرح جالبشون این بود که بچه هایی که ده درصد بچه هایی که توی مدرسه توی محله خیلی محروم هستن رو اینا رو فاند بکنن یعنی براشون امکانات بذارن بیارنشون مدرسه دولتی که خیلی داره خوب پیش میره و محله‌ای که حالا به قول محله خوب و مرفع و این طرح رو اجرا کردن خیلی کار خیلی کار کرد یک موضوعی که هست اینه که تمام صحبت ها به سمت مهندسی کردن جامعه توسط یه کارشناس حالا کارشناسان آموزشی و دولت Uh, یک سوالی که هیچکس uh, کمتر یعنی در واقع بر موردش حرف میزنن اینی که چرا به بازار اجازه نمیدن که این کار آموزش رو انجام بده مگه در uh, موارد دیگه بازار نتونسته درست عمل بکنه uh, ولی متاسفانه گناه شده امروز که حتی راجی به این مسئله حرف بزنن و بسیار غمانگیزه که مثلا سیاست های حزب کارگر فقط به فقط به دنبال از بین بردن هر اون چیزی که خوبه اگر مدرسه خصوصی موفقه تازه با همه اینکه دست و پای مدرسه خصوصی رو به انهای مختلف دولت میبنده و ولی سیاست حزب کارگر این که این رو از بین ببریم چون خوب داره عمل میکنه و ممکنه ایده دیگه ناراحت بشن که چرا اینها خوبن پس باید خوب رو از بین ببریم که متاسفانه این به نظر نمیاد که راهی به جلو باشه یک موضوعی که به نظر من من دوست دارم نظر آقای پیوندی رم بدونم اینه که چرا به بخش خصوصی و به بازار اجازه داده نمیشه که ورود بکنه به مسئله آموزش و چرا دولت از آموزش پاپس پا نمیکشه دلیل این مسئله چیه؟ آقای پیوندی من فکر میکنم که در واقع تفاوت شاد اساسی که ما با هم در برخورد به این موضوع داریم اینه که و این یه انتخاب سیاسی است من اولم شما گفتید این پیش فرضه ولی من میگم این یه انتخاب سیاسی است یعنی این یه نه انتخاب سیاسی به معنی در واقع این که چه گرایش شاهدی باشه انتخاب سیاسی یعنی در که ما چه جامعه‌ای رو می‌خوایم داریم میسازیم و چه جامعه‌ای رو در واقع به طرف چه جامعه‌ای می‌ریم وقتی شما به آموزش رو می‌ذارید در همسنگ بقیه چیزها مثلا هر فعالیت دیگه که در بخش خصوصی درش مشارکت میکنه مثل مثلا هتلداری یا رستوران یا هر کار دیگه ای در وعده اول این حرف میتونه خیلی منطقی بشه ولی من آموزش رو یک کالا نمیدونم من آموزش رو یکی از خدمات عمومی اصلی میدونم مانند بهداشت که باید همه افراد جامعه بتونن از اون برخوردار باشن شما اگه نگاه کنید به تجربه نگاه نکنید به تجربه کشورهایی که ا در سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاری‌های سنگینی انجام دادن و آموزش عمومی شده مثل کشورهای پیشرفته. برگردید کشوری مثل ایران، مثل پاکستان، کشوری مثل هند، کشوری مثل کلمبیا. برگردید به این کشورها و ببینید که چجوری عدم دخالت دولت در آموزش و عدم سرمایه‌گذاری آموزش در دولت یه نوع شرایط ایجاد کرده که در واقع گروه اجتماعی هیچ وقت بخت اینکه بتونن در واقع درس بخونن به دانشگاه برن به امکانات آموزشی بهتر دسترسی پیدا بکنن و ندارن شما و یا چنین جامعه رو میخواین؟ شما از ایران صحبت میکنید من تعجب میکنم ببینید نیاز نیاز آم... انحصار آموزش در اختیار دولت آهنگ خوشی به گوش دولت مردان به هیچ عنوان حاضر نیستن این مسئله رو رها بکنن شما یک دولت رو پیدا بکنید که بخواد اجازه بده که بخش خصوصی این کارو بکنه در ایران که همه چیز رو دولت بخواد کنترل بکنه و دولت, دولت کنترل بکنه در حوزه آموزش خوب ورود کنن از همون آه. ابتدا تا چیز... بعد از دوران تدریس بشه و به چه نوعی عمل بکنن ببینید دخالت دولت منظور برده. شما اینه که حتی در بخش خصوصی در حوزه آموزش دولت میخواد مواد درسی رو دیکته کنه مسلمه چی چی؟ دلیلش منظورت... هم مشخصه ایشون صحبت از آیه پیوندی صحبت از این میکنه که ما چه جامعه میخوایم بسازیم من حرفم اینه این بهش میگن مهندسی اجتماعی چه کسی میدونه که چه جامعه خوبه یک عده ای که بهتر از بقیه میدونن دولت مردها بسیار به این موضوع علاقه دارن به هیچ عنوان حاضر نیستن این مسئله رو رها بکنن چون کنترل دارن روی مردم به این ترتیب از زمان یونان باستان اسپارتا که گفتم تا نمونه اعلای آموزش دولتی که پراشا بود پروس و آلمان بود و نتایج نتایج اینکه دولت دخالت بکنه و آموزش رو به دست بگیره و شهروند مطیع و دولت پرست بیافرین انگیزه بخش خصوصی برای دخالت در آموزش چی میتونه باشه هیچ فقط سود فقط سود میتونه باشه بله، حالا, حالا، من سوالم اینه که آیا شما تا نموداری کشیدید ببینید که شریه مدارس خصوصی چجوری رشد کرده؟ خب آیا در انگلیس شریع مدارس خصوصی تو چهر سال پیش ثابت مونده در... چرا رفته بالا؟ خب اجازه بدید من بگم حتی در انگلستان که تقریبا یکی از آزادترین کشورهای دنیاست یعنی نسبت به کشورهایی مثل فرانسه یا آلمان که به قول بسیاری از متفکرین خود آلمانی آزادی رو نمیشناسند و تاریخا نمیشناختند بریتانیا که کشور آزادیه حدود 6 تا 7 درصد در مدارس خصوصی تحصیل, م... تحصیل میکنن به خاطر اینکه انحصار بازار آموزش در اختیار دولته شما وقتی در یک بازاری انحصار در اختیار یکی باشه بازاری چرا بازاری میگید بازار آموزش من میگم که آموزش وقتی به عنوان خد... یکی از خدمات عمومی حساب میشه به این معناست که ما به یک جامعه نمیگیم که اگر پول داری آموزش خوب خواهی داشت اگر پول نداری همونجوری که نمیتونی بری رستوران خوب به مدرسه خوبم نمیتونی بری اینی که دولت بودجه رو تأمین میکنه یا نهادهای عمومی تأمین میکنن به معنی دولتی بودن مدرسه اینی که یک دولتی تصمیم میگیره نیست برای اینکه در مثلا فرانسه برنامه درسی توسط دولت تعیین نمیشه توسط نهادهای مستقلی تعیین میشه که بلد. در واقع نمایندهای های معلم ها هستن محققین اون رشته هستن که برنامه درسی رو در تعیین اجازه بده اینو من از آقای گرشاسی بپرسم مدل های موفق آموزش مدرسه یعنی آموزش پیش از دانشگاه مثلا در فنلاند خیلی راجبش صحبت میشه دولت میاد رئوس کلی میچینه ولی آخرین مدل‌ها، تازه‌ترین تحولات ناشی از تحقیقاتی که در حوزه علوم اجتماعی در حوزه آموزش انجام میشه و این تحقیقات میاد تبدیل میشه به سیاست عمومی مثلا مدارس فنلاند الان نمونن به دلیل اینکه تحقیقات نشون داد که لازم نیست بچه از چهار سالگی اونجوری که در انگلیس هست بره مدرسه هفت سالگی میفرسن تحقیقات نشون داد که اینقدر روی معلومات تکیه نکنن بچه رو خیلی به قول خودشون دور بیرون میبرن تحقیقات نشون داد که اصلا تست رو حذف کنن تست به قول اینا یعنی استاندردایزد پیپلز دون شاگردا رو همه یک دست کنی باسمه بیان بیرون اینها این در فنلاند انجام شد این کار دولت نبوده این کار یک مجموعه بوده به گفته ایشون جامعه مدنی جامعه علمی همه اینها تبدیل شده به سیاست گذاری عمومی در حوزه آموزش شما ازشون دولت اینو تقلیل میدی نه نمیتونیم اینطوری بگیم به خاطر اینکه شما به بودجه کشورها نگاه بکنید در بریتانیا نگاه کنید چقدر بودجه صرف آموزش میشه اینکه بگیم این دولتی نیست من متوجه نمیشم به هر حال دولتی وجود داره و بودجه تعیین میکنه و تصدیگری و بسیار متولی کاره میشه دولتی و اینکه یه عده کارشناس رو میذاره که بر این کار نظارت بکنن اصولا دولت در سه وجه میتونه دخالت بکنه توی آموزش یکی در سطح یا وجه مقررات میتونه مقررات بذاره و در وجه تأمینه میتونه مثلا مدرسه بسازه و تأمین مالی که بودجه رو بده میشه استدلال کرد که در هر سه مورد اگر نقش دولت کمتر بشه موفقیت بیشتر خواهد شد شما ممکنه بگید مدارس خصوصی گرونه من عرض کردم وقتی در یک بازاری و سه درصد مشتریان حالا شما اجازه بدید که ما اسم این رو بذاریم کالا و مردمی هم که میخوان بچه من که میخواد درس بخونه مشتری آموزش خب برای محدودیه تفاوت هم مثلا باید در فرانسه در شما در فرانسه پسرتون رو مدرسه خصوصی بله بله من بله. خصوصی بید. این دلیل فرستادم مدرسه خصوصی که اول مدرسه خصوصی 80 درصد بودجهشو دولت میده یعنی مدارس خصوصی در واقع مدارس مذهبی تاریخی هستند که به خاطر جدا شدن مدارس دولت چون دولت به هیچ وجه نمیخواد آموزش مذهبی در مدارس دولتی وجود داشته باشه چون بی‌طرف از نظر مذهبی و برای آموزش مذهبی در مدارس ممنوعه اون مد... اون کسانی که میخوان بچه‌شون رو بفرستن در مدارس مذهبی میفرستن در مدارس عمدتاً کاتولیکی که وجود داره و اینا حدود 20 درصد دانش آموزان در فرانسه رو در نظر میگیرن خب اون مدارس ها 80 درصد بودجه این مدارس ها دولت, فرانس دولت. فرانسه میده برای اینکه پول معلم‌ها رو دولت فرانسه میده منم هم بچه‌مو فرستادم به مدرسه خصوصی به چه دلیل به این دلیل که نزدیک خونمون بوده و مدرسه کوچیکی بوده و مدرسه اول مدرسه دولتی خیلی دور بوده ولی شما... همون برنامه درسی رو داشته. پس شما اگر انتخاب کردید به این دلیل نبوده که مدرسه خصوصی بهتره. دلیل اینکه نزدیک بوده. نه در فرانسه مدارس خصوصی عملکرد بهتری اتفاقا این نکته‌ای که این... شما گفتید. خب نقطه خب. نقص اینه آقای پیوند اجازه بدید بپرسم. ایشون که از سیستمی که درش مدارس دولتی باشه دفاع میکنه فرستاده مدرسه خصوصی البته دلیلش میگه نزدیکی. شما معتقد سیستم مدارس دولتی ناکار آمده. با این حال بچه‌تون رو تا اونجایی که میدونم فرستادی مدرسه دولتی بله. یعنی ببین چه تقابل جالبی ایشون فرستاد مدرسه خصوصی شما فرستادی دولتی شما چرا فرستادی دولتی دلیلش اینه که اجازه داده نمیشه که این انحصار دولتی شکسته بشه 93 درصدی که گفتم مشتریان در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرند مدارس دولتی که شما فرستادید جز اون مدارس دولتیه که در مناطقی که واقعا محروم نامیده میشه یا نه برای اینکه این مهمه در واقع میخوام ببینم که شما فرستید انت... مدرسه دولتی که به خاطر اون ولی افسای بیشتر پول دادید حالا یا از طریق خرید خونه متفاوتی ها. من سعی کردم از لندن برم بیرون و در جایی باشم که بیشتر طبقه متوسط هست و سطح آموزش و سطح زندگی افراد بالاتر و مدارس دولتیش مد... به همین دلیل بهترن و مدارس دولتیش بهترن و حالا دلایل مختلف داره به خاطر اینکه همونطور که, همطور که گفتم اصلا آموزش رو معنای آموزش رو نمیشه فقط به کلاس درس منحصر کرد. آموزش وجوه مختلفی داره به خانواده ربط داره به محیط و به تعاملی که فرد با اجتماعش داره به خیلی مسائل ارتباط پیدا میکنه شما هر اونقدر هم که برابر بکنید منابع برابر و به قول شما فرصت های برابر فراهم بکنید نتایج نابرابر به وجود میاد که کاملا طبیعیه اما عرض کردم یکی از انتقادهایی که میشه به گرون بودن شهریه مدارس خصوصی دلیلش اینه که منابع و بودجه به سمت این نمیره به خاطر اینکه مشتری وجود نداره صاحبان سرمایه نوآوری های بزرگی میشه در این زمینه انجام بشه که هزینه تحصیل خصوصی بسیار میاد پایین و مثل بقیه مثل بقیه وجوه بازار آزاد شما نگاه بکنید چیزی ممکن یه مثالی میخواستم بزنم های. برای اینکه خیلی صحبت مهمیه این میدونید که در واقع ارزشیابی جهانی وجود داره برای سطح آموزشی وقتی که دانش آموزا به 15 سالگی میرسن و این ارزشیابی جهانی که اسمش پیزا هست پی آی این در واقع کارش اینه که ببینه دانش آموزای کشور مختلف که نظام های بسیار متفاوتی دارند بخش خصوصی در اون گاه نقش بسیار حاشیه‌ای داره گاه نقش مهمتر داره آیا بالاخره در وقتی بچه‌ها 15 سال میرسن چقدر از چه سطح آم... در واقع توانایی آم... آموزشی دارن یا چه سطح دانشی برخوردارن وقتی نگاه میکنید به کشور در اروپا میبینید که کشورهایی که اول میشن یعنی فنلاند سوئد دانمارک و نورمه یعنی چهار تا کشور اسکاندیناوی چهار تا کشوری هستن که درش بخش خصوصی کمترین در واقع نقش ها داره یعنی نقش بسیار حاشیه‌ای داره من یه نکته هم تموم بکنم و اون که باعث میشه این کشورها در مقایسه با کشورهای دیگه بالاتر بیان فقط این نیست که دانش آموزان خوبی دارن یکی از مهمترین دلایلش نظر داره جامعه شناسی وقتی که نتایج رو تحلیل میکنیم من شروع داده هاش کار کردم اینه که اون نابرابر هیا کمتره یعنی دانش آموزا به طور عمده هول همون متوسط هستن و پراکندگی زیادی در کشورشون وجود نداره به خاطر اینی که پراکندگی چی وجود پراکندگی بین نمرات دانش آموزا مثلا دانش آموزا که خیلی بدن از و دانش آموزاتی که خیلی خوبن تاثیر این بر روی آینده اینه که شما یه نیروی انسانی دارین که متوسطش سطحش خیلی بالاست شما نیروی انسانی ندارین که یه گروهی بسیار کم میدونن و اونا جزء افراد با مشکل دار جامعه خواهند بود در آینده و از اون ور نیروی انسانی دارید که بسیار در واقع زبده من نمیدونم من اطلاعی راجع به سیستم آموزش اسکاندیناوی ندارم ولی ببینید یک مثالی که میتونم بزنم در مورد در مورد همین تصدیگری و نظارت دولتی شما میدونید 1988 در بریتانیا در انگلستان و ویلز در واقع قانون برنامه درسی ملی تصویب شد در پارلمان 1988 یعنی تا پیش از اون فقط ریاضی انگلیسی ریاضیات و علوم تدریس می شد به بچه ها ولی در اون سال برنامه درسی عمومی و ملی تصویب شد و هنر موسیقی جغرافی تاریخ تربیت بدنی و یک سری چیزهای دیگه هم اضافه شد و قرار شد 1988 و قرار شد به بچه ها از سن 5 تا 16 سالگی تمام اینها رو درس بدن چه اتفاقی افتاد بعد از این بعد از این اعلام برنامه درسی عمومی تمام مدارس بعد از کمتر از 9 و 10 ما متوجه شدن که با افت تحصیلی شدید مواجه شدن اما هفت سال طول کشید تا این قانون اصلاح بشه من شرح مذاکرات پارلمان رو میخوندم یک گزارش چهارمی رو در این زمینه اصلا باور کردنی نیست دلیلش هم اینه که رخداد آموزش جایی اتفاق میفته که بسیار دور از نهاد تصمیم گیرنده برای اینه که من میگم وقتی شما این رو به بخش خصوصی میسپرید در همون جایی که معتقد هستید بخش خصوصی ورزیدگی بیشتری داره و چالوکی چالوکی بیشتر ب... فوری میتونه تصمیم بگیره اصلاح بکنه به طور تدریجی رفرم کلی ایجاد بکنه میتونه نوآوری بکنه میتونه نیازها رو بهتر بشناسه همونطور بله. همونطوری که در همه زمینه این کار رو بخش خصوصی داره میکنه بله آقای پیوندی خانم حلیمه شریفات که پیشتر دو بار از صحبتش استفاده کردیم در مسابقه که من باش داشتم راجع به یکی از مزایای مهم مدارس خصوصی گفت میخوام حرف ایشون رو بشنویم بعد سوالمو طرح کنم تعداد بچه ها تو کلاس کمه و به خاطر بودجه که میگیرن از خانواده که بحثی که در مورد شهریه کلان کجا میره اینا افراد کارمند های متفاوتی دارن غیر از معلم کارمندی که با بچه تو زمینه های هنری کار کنه کارمندی که بچه ها رو بیرون ببره یا مسئولی که مثلا وقت دانشگاه که میشه با بچه بشین پرایویتلی انجام بده خب اینو ما تو مدارس دولتی به اون شکل نداریم اگر خونواده بگه که من میخوام بچم در مدارس بجز حوزه علوم و حوزه های دیگه مثل خوندن نوشتن چیزهای دیگه یاد بگیره اگر خونواده بگه که من میخوام بچم از طریق مدرسه موسیقی یاد بگیره ورزش بکنه و در آستانه دانشگاه یک کسی که میشناستش طی چندین سال دوره آموزش پیش از دانشگاه بیاد بهش توصیه بده چی کار بکن چی کار نکن و بگه که من فکر میکنم این یه حقی برای کودکم و میتونم بدم محروم کردنش از این کار خیلی دشواریه دیگه بله این سوال مهمیه من در حق... من در در واقع پاسخ به این پرسش میتونم بگم که در کشورهای که آموزش توسعه پیدا کرده و دولت ها در واقع اتوانایی برخوردارند که میتونن امکانات برابر آموزش رو در رقابت با بخش خصوصی ایجاد بکنن وجود بخش خصوصی و وجود در واقع مدارسی که بتونه چنین بختی را به کسایی که میخوان بفرستن در مدارس خاص حتما میتونه تکمیلی باشه و رقابتش رو تونم میتونه به بخش دولتی کمک بکنه ولی این زمانیه که ما عرصه عمومی یعنی من نمیگم دولت یعنی جامعه بتونه برای بقیه افرادی که امکانات مالی ندارن آموزشی رو بذاره سطحی بزاره از آموزش اون... رو فراهم کنه اون یعنی چیزها توش باشه اون اونها درش باشه یعنی ما اگه در واقع این حق رو از اکثریت جامعه بگیریم که آموزش خوبی داشته باشن و این حق رو بدیم به کسانی که سطح درآمد بالایی دارن و حق انتخاب دارن در حقیقت در عمل میشه گفتش که ما نابرابری ها را ابدی میکنیم و برای همیشه در واقع مسئله تحرک اجتماعی رو کاملا از بین میبریم این نکته مهمیه آقای گرچسبی اونهایی که بچه هاشون رو میفرستن یا مدارس دولتی خوب یعنی در مناطق مرتفع خیلی از اینا بیرون از لندنه یا در هاشه یا اینکه میفرستن مدارس خصوصی اینها بعد میان میشن پرچمداران اون چه که شایسته سالاری نامیده میشه یه یه فیلسوف معاصر آپیا حرف خوبی میزنه در مورد شایسته سالاری میگه شاید یه موقعی بحثی راجع به این تو پرگار ضبط کنیم میگه که شایسته سالاری در واقع پوسته زخیمیه که باعث میشه برنده شدن در این رقابت نابرابر مایه شرم نباشه این شما بچه تو فرستادی توانایی بیشتری کسب کرده در مدرسه و اول خودتون در خونواده بهترین چیزها رو در اختیارش گذاشتی و این شایسته شده یعنی دیگه توانایی داره ولی این شایستگیش ناشی از این امتیازاتی که داشته در حوزه آموزش خصوصی یا دولتی خوب که اونم نوعی خصوصی برای اینکه بعد شما بتونی بری منطقه خوب دیگه که بری مدرسه <تص> خب هل. در چنین شرایطی واقعا حتی شایسته سالاری هم زیر سوال میره برای اینکه اونها که شایستند که شغل های خوب رو بگیرن کسایی هستن که شایستگی که اغلب اوقات ژنتیک نیست یه درصدیش ممکنه رب داشته باشه به میزان فراگیری یا سرعت فراگیری بقیهش به شما داده میشه شما شایسته پرورده میشی که شایسته بشی به این به مدارس خصوصی در واقع میشه گفت که کمک میکنن به این اسطوره شایست سالاری و اینها با همدیگه زنجیره ای میسازه که کسانی در قدرت باشن که رفتن مدارس خصوصی مدرسه ایتن مدرسه مشهور انگلیس بیشترین نخست وزیر ازش اشتر اومده رئیس پارلمان بریتانیا مجلس اعیان سابقی یه حرفی در مورد دیوید کامرون میزنه نخست وزیر سابق میگه دیوید کامرون که رفته بود ایتن اتفاقا تصور میکرد که حقشه که برتری داشته باشه بر دیگران این یکی از مذرات این طبقاتی کردن آموزش پیش از دانشگاهی نیست این این رو این, این مسئله که میگید مثل میمونه که شما به حال داشته ای دارید و به اون داشته خودتون افتخار میکنید من واقعا نمیدونم چطور میشه بشریت رو از ماهیت بشریش توهی کرد و به یک کارخونه هم همسان و یک دست که نه فکر نمی کنم برای کسی اصلا مطلوب باشه این تفاوت ها همیشه هست مسئله اینه که شما وقتی در مورد افتخار یک فردی که در مدرسه خصوصی درس خونده افتخار میکنه که در اونجا درس خونده به نظر من بهترین راه اینه که همه در این سمت حرکت بکنند نه اینکه اون رو از بین ببرند و همه در سطح پایین باشند تا هیچ کس برتری نداشته باشه تا بخواد بهش افتخار بکنه یا امتیازی برای خودش قائل باشه ما که نمیتونیم امتیاز قائل شدن فرد برای خودش رو ازش بگیریم یعنی این جزء ماهیت ذاتی افراد هستش و نمیشه خود شما هم آقای پیوندی گفتید که مدارس خصوصی میتونن یک نمونه باشن که مدارس دولتی سعی کنن به اون برسن این یکی از استدلال ها در ضرورت مدرسه خصوصی در ضرورت وجود مدرسه یه استدلال دیگه این است که تا حدی بار رو از دوش دولت ها ممکنه برداره یعنی اگر شما فرض کنید 7% درصد در انگلیس در جای دیگه خیلی بیشتره در ایران مطمئنا بیشتره به مدارس خصوصی برن باعث میشه که دولت اون بودجه ای که داره رو متمرکزتر کنه روی مدارس دولتی دیگه چه اتفاقی کاملنان... چه انتفاقی در ایران در دهه 60 و 70 افتاد بله دوست کاملا بله من در ایران واقعا بگم که من اتفاقا در اون زمان موافق توسعه مدارس غیر انتفاعی بودم برای اینکه در, بله. در ایران در در آخر دهه 60 60 خورشیدی به این دلیل که در حقیقت در اون زمان ما از یه رشد 7 درصدی سالانه دانش آموز برخوردار بودیم به خاطر تقاضای بالای اجتماعی و دانش آموزای ما از حدود هفت میلیون نفر همینطور رشد پیدا میکرد به طوری که در اواخر دهه هفتاد به نوزده میلیون نفر رسید و هیچ دولتی نمیتونست در واقع به این سرعت پاسخ بده به این تقاضای اجتماعی بنابراین حضور مدارس غیر انتفاعی در اون زمان به ویژه اینکه در ایران معافیت مالیاتی وجود نداشت برای این افراد یعنی اینها در واقع در عمل یه جور دیگه از بودجه دولتی استفاده نمی‌کردن من فکر می‌کنم امر مثبتیه ولی همین الان وقتی به جامعه ایران نگاه می‌کنید وقتی به قبولی‌های کنکور نگاه می‌کنید وقتی به, به, یه تحقیق خیلی جالبی در مورد دانشگاه‌های خیلی خوب ایران انجام شده که نشون میده که تقریبا 60 درصد دانشجوهایی که انتخاب میشن در این دانشگاه‌ها متعلقا به خانواده های بسیار مرفه جامعه که اینا ضرورتا مدارس خصوصی نمیرن ولی مدارس دولتی در بلد. ایران رتبه بندی شده مدرسه نمونه مدرسه نمونه, نمونه, دولتی سمپادا تا... یا خودمونم اونم اما اگه به دوران خود من که دانشگاه بودم دانشجو دانشگاه تهران بودم یه دانشگاه خب خیلی نخبه‌گرا همیشه بوده اونجا نگاه می‌کنید ببینید که اون ترکیب 160 نفری که ما در رشته جامعه شناسی اون سال قبول شده بودیم می دیدید که از روستاها، اومدن از جای مختلف اومدن یعنی یه نوع تنوع اجتماعی بسیار بیشتری وجود داشت ولی الان،, الان چنین نیست الان به شدت الان وقتی نگاه میکنید به رتبه های کنکور تقریبا مدارس عادی و مدارس شهرهای کوچیک هیچ شانسی برای حضور در رتبه های بالا یا دانشگاه خیلی خوب رو ندارن و من یه محاسبه ساده کردم بر اساس بله. سرشماری شانس بخت اینی که یه دختری از سیستان و بلوچستان اد... که به حال در یه روستا در یه مدرسه دوره درس میخونه با یه دختری که در تهران در یک مدرسه خوب درس میخونه شست برابر شانس اون دختری که در تهران در اینکه این بره... بر این بره انتخاب داشته باشه در دانشگاه در سیستان و بلوچستان 60 درصد دخترای ما هیچ وقت به پایان دوره دبیرستان نمیرسن بسیار خوب بقیه. خیلی وقت نداریم ولی عواقبش در پس از دوران آموزش جالبه اگر این صحبت آقای پیوندی رو ترجمه کنیم به یه چیزی یه معادله در یه جای کاملا متفاوت و در یک دوره سنی متفاوت پنجاه ناحیه در آمریکا که بیشترین میزان تحصیلات رو داشتن در انتخابات ریاست جمهوری گذشته به هیلری کلینتون رای دادن پنجاه ناحیه که کمترین میزان تحصیلات رو داشتن به ترامپ رای دادن و این پنجاه درصدی که پنجاه ای که کمترین میزان تحصیل داشتن نسبت به اون پنجاه ای که بیشترین میزان تحصیل داشتن خیلی ابراز نفرت کردن گفتن اینا یه سری نخبگان لیبرال هستن که بهترین مدارس رفتن بعد رفتن بهترین دانشگاه ها هاروارد ایژیکیتد گفتن و اینان که کلینتون رو میخوان ما ترامپو میخوان یعنی تفاوت در آموزش از همون ابتدا به های دیگه هم در 20 30 40 50 سال بعد درست البته خب این بحث جپ بندی سیاسی که در امریکا هست که بحث طولانیه اما من یه نکته رو نمیدونم فرصت باشه آیه پیوندی اطلاع دارن جیمز پروفسور جیمز تولی رو میشناسن اسمش رو شنیدن استاد نوآوری آموزشی و سیاست آموزشی دانشگاه باکینگام و نیوکاسل کتابی به اسم درخت زیبا و که جایزه های بسیاری برده تونسته مدارسی رو در فقیرترین جاهای هندوستان، هیدر هندوستان، غنا، نیجریه، مدارس خصوصی که از مدارس دولتی بهتر عمل میکنند برای فقیرترین اقشار جامعه یعنی ناتوانترین اقشار جامعه در هیدر هندوستان از مدارس خصوصی برخوردارند که رو... کارشون و نتیجه علمیشون به مراتب بالاتر از مدرسه دولتی که پول دولتی توش خرج میشه. به اینکه مدرسه خصوصی ضرورتا مدرسه گرون نیست. گرون نیست و این اصلا الان در قنا در نیجریه یک میلیون دانش آموز تحت پوشش مدرسه خصوصی هستند که با چهل پنس در روز اداره میشه. منظور من اینه که وقتی نوآوری و خلاقیت بهش بها داده میشه بهش امکان داده میشه تحولی به وجود میاره که در همه عرصه ها ما اگر مایل هستید روی فیسبوک برنامه موقع پخش برنامه اطلاع در مورد این مدارس رو بدید حتما درخت زیبا or the دید که نتیجه چی بوده آیا نتیجه یک دخالت بین بوده یعنی یک نهاد غیر انتفاعی اومده چه نه نه کرده نه نه. یا این جالبه تعامل خود من... خانواده ها و اجتماعات با هم دیگه خود من علاقه خود من مردم... این بدونم بسیار خوب به آخر پرگار این هفته میرسیم ممنون از شما که این بحث رو دنبال کردید و همینطور از مهمان برنامه سعید پیوندی و بردیا گرشاسبی پرگار رو پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر می‌کنیم تا اگر مایلید اون روش هم باز زودتر ببینید هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست یعنی نسخه شنیداری پرگار در وبسایت بی, بی سی فارسی منتشر میشه پادکست برنامه که اندکی طولانی تره و صحبت خودمونی آخر برنامه اون اضافه میشه رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم میتونید ببینید اگر البته امروز وقت کنیم ما رو دارن از استودیو بیرون میکنن ضمن این چند دقیقه اضافه پادکستی رو اگر تونستیم زد کنیم به طور تصویری روی اینستاگرام بی بی سی فارسی هم میتونید ببینید شب و روز بر همه شما خوش